الان ما پرینترهای سه‌بعدی رو تولید می‌کنیم که توسط این دستگاه شما می‌تونید هر چیزی رو که تو ذهنتونه تولید بکنید و تو دنیای واقعی اون رو داشته باشید. آقای عزیزاده بسیار، من می‌خواستم اسم شما رو بذارم یک دانشمند ناشناخته. اختیار به این نظر. اما گفتم که شاید باز هم طبق معمول دیدیم ما تو هر برنامه یه چیزی میگیم یه سری معترض میشن آقا چرا اسمشون گوشتین دانشمند، دانشمندها باید فلان باشن. خودیم بذاریم یک محقق جوان، یک پژوهشگر جوان نظر که اختراع کردید یا بازسازی کردید؟ نه این دستگاه پتنت تفاوتش با شده تفاوتش چیه با فقط بومی شده این دستگاه، یعنی ما داریم خودمون اینجا طراحی کردیم تو کشور خودمون داریم تولیدش میکنیم و قابل رقابت با برندهای اروپایی آمریکاییه. یه سری نمونه شما مثلا مجسمه منم میتونید بسازین؟ بله بله اتفاقا یه دستگاه پرینتر سه‌بعدی اختراع کردند که اینا مجسمه‌ای که ساختیم برای بچه‌ها. برای بچه‌ها مثلا ببینم فقط بالا بگیرید لازم نیست. آفرین میکنم آقا، قول دادن توی فینال مجسمه منو بسازیم. باعث افتخار آه چی شود چی میخواد بسازیم. اینا رو با چه نرم افزاری بهشون منتقل میکنیم؟ ببین شما با هر فایلی که یه طراحی سه‌بعدی انجام بدید این طرح سه‌بعدی رو میدیم به یه نرم افزاری، فقط اینو ترجمه میکنی که برای دستگاه قابل فهم. مواد مصرفی من میتونم دست بزنم؟ خواهش میکنم خدمت شما. یه سری مواد پلیمری ان. پلیمر بله. البته این مواد دقت ساختش چقدره؟ دقت ساخت میرسه در حد 10 میکرون و دقت یعنی 100 میلیمتر شما دقت ساخت دارید، ولی باز بسته به مدل ماتریال. این چیزی که شما درست کردید البته اختراع محسوب نمیشه، ولی میشه بازسازی و در واقع بومی سازیش کرد. مهندسی معکوس و بومی سازیش کرد. این به نظرم میرسه که توی قالب سازی و توی این شرایطی که الان وجود داره بتونه خیلی کمک بکنه. خوب العاده به شرایط فعلی ما کمک میکنه. سازی درست میگه. از پرینتر سه‌بعدی یا ساخت افزایشی به عنوان انقلاب چهارم صنعتی یاد میکنن که متحول کرده قالب سازی، نمونه سازی، طراحی های صنعتی، کارهای هنری، پزشکی، تو عرصه پزشکی خیلی کار برد داره و فوق العاده. خیلی متشکرم. آقا قرار شد مجسمه ما رو بسازی از خانواده عزیزاده. خیلی خوش آمدین، خیلی خوش آمدین. حالتون چطوره؟ خوبین شما؟ چطوری خانم شایلی خانم؟ خوبین؟ به سلام علیک داشته باشید لطفاً. سلام عرض میکنم خدمت شما، میهمانان عزیز و دوستان عزیزانی که تو منزل دارن ما رو تماشا میکنن. کادو برای من آوردین دست شما دردن. چی هست؟ بازش کنید ببینید. باز کنم اینجا اشکال نداره؟ دست شما دردن کنم. خیلی بامزه از کادوشون. خودم هم. خیلی ممنون. قولی رو که دادید عملی کردید درسته؟ وایممون خیلی کم بود ولی خدا رو شکر دست شما را لی حسابی هم گیریم هم کردین ما رو. به هر حال خیلی ممنون. خودم هم
خیلی ممنون آقای عزیزاده، خیلی متشکرم از شما. یه مردم رای میدن خانواده عزیزاده. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. بازم تشکر میکنم از کادوی زیباتون. خیلی متشکرم.